همه رفقای خوبم در چنل توپ سخنگو، حالتون چطوره بچه‌ها؟ خیلی خوشحالیم که در یک کلیپ دیگه در خدمت شما عزیزای دلمون هستیم. رفقا تو این کلیپ 5 6 تا از خبرهای مهم دنیای فوتبال خارجی واسهتون آماده کردیم و از مهمترینش هم میشه اشاره کرد به مسی و امباپه که به عنوان 100 چهره تاثیرگذار دنیا انتخاب شدن. خبر بعدی که میتونه خیلی جذاب باشه راجع ابر پروژه سوپر لیگ عربستانه و خبرونو کلا شروع می‌کنیم با مسی که واقعا دیگه تو همه کلیپامون یه دونه از خبرهای مسی هستش. پس قبل از اینکه بریم سراغ خبرمون، فقط این لایک قشنگ رو واسه ما بکنید. با ژاوی برای بازگشت حرف نزدم. مسی شاید در مورد بارسلونا رو تکذیب کرد. اسپورت به نقل از منابع نزدیک به لیونل مسی هر گونه وعده و وعید این بازیکن به ژاوی برای بازگشت به بارسلونا رو تکذیب کرد. لیونل مسی سالها با ژاوی در بارسلونا هم تیم بود و پس از خدافظی ژاوی از بارسا در سال 2015 و رفتنش به فوتبال قطر نیز ارتباط دوستانه دو قطع نشد. در تمام این سالها مسی و ژاوی یا تلفنی یا طریق واتساپ با یکدیگر در ارتباط بودند. مسی از اولین کسانی بود که حضور ژاوی روی نیمکت بارسلونا تبریک گفت و ژاوی نیز همواره موفقیت فردی و تیمی مسی رو به او تبریک گفت. در هفته اخیر که شایعات و گمانه‌زنی در مورد بازگشت مسی به بارسا در فصل بعد داغ شده، گزارش‌های مبنی بر تماس ژاوی با مسی برای متقاعد کردن او و نیز قول مسی به مربی بارسا برای بازگشت منتشر شد. برخی منابع حتی ادعا کردند که مسی به ژاوی گفته با فراموشی اتفاق دو سال پیش همه کسانی که مسبب جدایی بودن رو بخشیده و مشکلی برای بازگشت نداره. در همین رابطه امروز اسپورت نوشت که پس از تماس با اطرافیان مسی به این اطمینان رسیدن که بین مسی و ژاوی هیچ گفتگویی برای بازگشت صورت نگرفته و مسی هرگز قولی به مربی بارسا نداده. مسی برای ژاوی احترام زیادی قائله و همچنین دوستی صمیمانه‌ای داره، ولی هرگز مذاکره برای بازگشت نداشته و نمیشه از حالا هیچ چیز رو پیش بینی کرد. همین احتمال جدی شدن مذاکره مسی و بارسلونا در آینده نزدیک وجود داره و ممکن هم است اتفاق بیفته، اما در نهایت تصمیم مسی برای موندن در پاریس هست یا خیر. اما بریم سراغ خبر بعدی. راجع به مسی و امباپه در فهرست 100 چهره تاثیرگذار دنیا، نام لیونل مسی و کیلیان امباپه وارد فهرست 100 نفر تاثیرگذارترین چهره‌های دنیا شد که توسط نشریه تایم منتشر میشه. در فهرست 100 چهره تاثیرگذار دنیا در سال 2023 که توسط نشریه تایم منتشر شد، نام لیونل مسی، ستاره بزرگ آرژانتینی که در این سالها با تیم ملی کشورش فاتح جام جهانی فوتبال شد، به چشم می‌خوره. فهرست 100 چهره تاثیرگذار دنیا از سال 1999 هر سال توسط نشریه تام منتشر میشه و معمولا کمتر چهره ورزشی به اون راه پیدا میکنه. اکثر نام‌های این فهرست رو معمولا هنرپیشه‌ها، سیاستمداران، خواننده‌ها و صاحبان صنایع بزرگ تشکیل میدن، اما در فهرست سال 2023 نشریه تام نام 6 ورزشگاه دیده میشه که تنها 2 نفر از اونها فوتبالیست هستن، لیونل مسی و کیلیان امباپه. در گزارشی که برای توصیف این فهرست در نشریه تام منتشر شده، چهره‌های مشهور و اوضاع مختلف توضیح کوتاهی درباره علت راه یافتن هر کدوم از این افراد به فرستان نوشتن. توضیح درباره راه یافتن لیونل مسی به جمع 100 چهره تاثیرگذار دنیا رو راجر فدرر، اسطوره دنیای تنیس، تهیه کرده. فدرر در توصیف مسی نوشت: دوران ورزشی من تازه تموم شده و تازه حس می‌کنم ورزشکارا چه اهمیتی دارن. این اهمیت برای فوتبالیستی مثل مسی به مرتبه بیشتر از سایر ورزشکار. نماینده کشوری که با فوتبال زندگی می‌کنه و از سوی دیگر خیلی‌ها مسی رو بهترین فوتبالیست تاریخ می‌دونن. حتی کسانی که فوتبال رو دنبال نمی کنن به احتمال قریب به یقین نام مسی رو شنیدن و از اهمیت او در دنیا آگاهن. میشه بگیم که راجر فدرر خیلی صحبت جذابی و تعریف خیلی بزرگی از لیونل مسی کرده. امیدواریم که نام لیونل مسی همیشه در تاریخ فوتبال باقی بمونه و بتونه رکورد شکنیاشو ادامه بده. اما خبر بعدیمون راجع به عجیب ترین کارت قرمز در لیگ فوتبال آمریکاست. مارتین کازروس، بازیکن اوروگوئه سابق بارسلونا یوونتوس، به شکلی عجیب از زمین بازی اخراج شد. مارتین که در دوران فوتبالش سابقه بازی برای بارسلونا، یوونتوس، سویا، لاتزیو رو داره، از سال گذشته برای لس آنجلس گالاکسی در لیگ MLS بازی میکنه. لس آنجلس گالاکسی در دیداری حساس به مسافه هوستون دینامو رفت و در دقیقه 62 به دلیل اخراج عجیب کازروس 10 نفره به کار ادامه داد. بازیکن اوروگوئه که یک کارت زرد داشت، در شاید که داور برای بازبینی یک صحنه به کنار زمین رفت و به اون نزدیک شد و با گذاشتن دست روی شانه او شروع به صحبت
کرد. داور مشاهده این صحنه در دادن کارت زرد دوم درنگ نکرد و او را از بازی اخراج کرد. کازوس باور نمی‌کرد که به خاطر این اتفاق اخراج شده، اما چاره‌ای نداشت جز اینکه میدون رو ترک کنه و لس آنجلس گالاکسی این بازی رو در نهایت با 3 گل به میزبانش واگذار کرد. واقعا کار عجیبی کرده. کسی که تو تیم‌های بزرگی مثل بارسلونا، یوونتوس، سویا، لاتزیو اینا بازی کرده، باید این قوانین رو بدونه و نباید به داور در این حد نزدیک شده. واقعا پسرخالت مگه دست انداخته دوشش. اما بالاخره این کارو کرده و بالاخره جریمه‌اش هم شده. اما بشنم این صحبت‌های اشمایکل که میگه بازیکنان منچستر یونایتد باید خجالت بکشن. پیتر اشمایکل اسطوره باشگاه منچستر یونایتد معتقد بسیاری از بازیکنان این تیم باید به خاطر نمایششون مقابل سویا خجالت بکشن. منچستر یونایتد در نیمه اول بازی مقابل سویا با 2 گل از مارسل پیش افتاد، اما بازی در نیمه دوم با 2 گل به خودی همراه بود و در پایان با نتیجه 2-2 تموم شد که خشم پیتر اشمایکل رو به همراه داشت. او پس از بازی به رادیو بی بی سی 5 لایو گفت امروز چند بازیکن باید به خودشون نگاه کنن، به این فکر کنن که آیا بنز کافی به تیم کمک میکنن یا نه. چند بازیکن هستن که باید از عملکردشون خجالت بکشن. ضعف تمرکز و بی‌دقتی یونایتد بود که باعث شد به پای خودشون شلیک کنه و اونها اکنون بدون هیچ تفاضل گلی برای بازی برگشت راهی اسپانیا میشن. اما در حالی که اشمایکل از نمایش بسیاری از بازیکنان ناراحت بود، او 3 بازیکن را انتخاب کرد که شایسته انتقاد نیستن. اشمایکل افسود دخیا خوب بازی کرد، او 2 سیو فوق‌العاده انجام داد، اما تلاشش برای نجات منچستر یونایتد بی‌نتیجه بود. کاسمیرو برگشت و خیلی خوب بازی کرد، بهترین بازیکن، کسی که 2 گل به ثمر رسوند. مارسل واقعا خوب بود، هم تیمی‌هاش او رو ناامید کردن، او راه رو نشون داد اما بازیکن همراهی نکردن. این یک شب بد برای یونایتد بود، نه فقط درباره عملکرد بازیکن بلکه مصونیت رافائل واران و لیساندرو مارتینز هم اتفاق افتاد. اشمایکل اسمی از اون بازیکنانی که خیلی ضعیف عمل کردن و تمرکز نداشتن نبوده، من هم حقیقت اون بازی رو ندیدم، ولی به قطع میشه گفت یه دونهشون از اونها که دیگه هری مگوایر دیگه، این اصلا دیگه رأسشه دیگه. واقعا من نمیدونم این بازیکن چه جوری فوتبالیست شده، خدا میدونه. ای خدا، ببین شانس در خون آدم بزنه همینه دیگه، رو پای چپ و راستش رو گم میکنم. خب بالاخره تو منچستر یونایتد بازی میکنه، البته حالا یه کودکیش هم یه نگاهی بکنیم. اما بریم سراغ خبر مهمون که راجع به ابرپروژه سوپر لیگ عربستانه. رونالدو، مسی و 50 ستاره دیگر در لیگ روشن. عربستان سعودی جذب 50 بازیکن مطرح رو تا قبل از جام جهانی 2030 زیر نظر گرفته. رونالدو پس از فسخ قراردادش با منچستر یونایتد با انتقال النصر عربستان دنیای فوتبال رو شگفت زده کرد. مسی رقیب سرسخت رو هم ظاهرا قراره چنین تصمیم بگیره. طبق گزارش الهلال در حال آماده سازی یک پیشنهاد با حقوق سالانه 350 میلیون پوند برای این بازیکن آرژانتینی. برای این بازیکن آرژانتینی تا رو متقاعد کنه که پس از پایان قراردادش با پاریس سن ژرمن به عربستان سعودی نقل مکان کنه. این کشور حاشیه خلیج قصر تابستون امسال 50 فوتبالیست از 5 لیگ بزرگ اروپا، انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا، اسپانیا و شاید هم لیگ برتر پرتغال به خدمت بگیره. وزارت ورزش عربستان سعودی از این طرح حمایت میکنه و تیم‌های عربستانی در حال حاضر بازیکنانی را هدف قرار دادن که در تابستون قراردادشون تموم میشه. از این رو بازیکن مانند لوکا مودریچ، کریم بنزما، روبرتو فیرمینیو، یرمینا، عبدالله دوکره از اورتون همگی در چند ماه اخیر با انتقال به خاورمیانه مرتبط بودند. اگرچه بسیاری از اونها ترجیح میدن در اروپا بمونن، اما عربستان سعودی برای انتقال اونها به این کشور سنگ تموم گذاشته. با این حال تیم‌ها به استثنای مسی و رونالدو دستمزدهای نجومی به سایر بازیکنان پرداخت نمی‌کنند، چون نمی‌خوان مسیر سوپرلیگ چین رو دنبال کنن که چند سال پیش چنین شیوه‌ای داشت و در آخر موفق هم نبود. ممنونم که از شما عزیزان در یک کلیپ دیگه در کنار ما بودید و امیدوارم که حال دلتون عالی باشه.